سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به سرنوشت زندگی شخصی و هنری رضا ارحام صدر، بازیگر قدیمی قبل از انقلاب میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. رضا ارحام صدر استاد بداهه‌گویی و بدعت‌گذار مکتب اصفهان در تئاتر کمدی محسوب میشه و به قاطعیت میشه وی رو بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران دونست. وی مؤسس گروه هنری ارحام صدر در سال 1343 بوده. آقای ارحام صدر 12 اردیبهشت 1302 در محله پاقلعه اصفهان دیده به جهان گشود. وی دانش آموخته یه رشته فلسفه از دانشگاه اصفهان بود و از پایه‌گذاران تئاتر حرفه‌ای در این شهر محسوب میشه. ویژگی بارز آثار اون انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی در قالب کمدی بود که باعث میشد اجراهاش همواره با استقبال بی‌نظیری روبرو بشه. وی برای اولین بار در دوران دبیرستان روی صحنه رفت. در جشن سالانه دبیرستان ادب معمولاً 3 شب نمایش برای معلمان و والدین و بزرگان شهر اجرا میشد. ولی در زمان حضور ارحام صدر به دلیل استقبال از اون نمایش که رفیق ناجنس نام داشت تا 7 شب بلیت فروخته شد. به همراه افرادی چون مهدی ممیزان و پویان عطایی گروه هنری ارحام رو طی دهه 40 خورشیدی تأسیس کردند. آقای ارحام صدر تا 1357 بیش از 100 نمایش از جمله بوقلمون‌ها، رسواها، مست، من میخوام و 7 سین رو اجرا کرد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه رضا کشانی در آلمان، اتریش، سوئد، نروژ و آمریکا به اجرای نمایش پرداخت و در آمریکا با نمایش ارحام رئیس جمهور آمریکا میشه به روی صحنه رفت. در سال 1327 ناصر فرهمند اولین تئاتر حرفه‌ای رو در اصفهان تأسیس کرد و از ارحام صدر برای همکاری دعوت کرد. این تئاتر در دروازه دولت اصفهان و ساختمانی که همکنون تبدیل به شهرداری شده قرار داشت. تمام تلاش وی این بود که نمایش کمدی از حالت فکاهی محض خارج بشه و به انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی هم بپردازه. وی دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه اصفهان بود و از پایه‌گذاران تئاتر حرفه‌ای در این شهر محسوب میشد. علت انتخاب وی به عنوان بازیگر رو باید در شیرین زبونی ها و بداهه‌گویی های جستجو کرد که در نوع خودش بی نظیر و جالب توجه بود و همین امر به عنوان یکی از توانایی ها و قابلیت های منحصر به فرد این هنرمند ثبت شد. ارحام صدر در ادامه فعالیت های هنری خودش به صورت جدیتر و منسجمتری از سال 1326 با بازی در تئاتر اصفهان آغاز کرد. بعد از مدتی با سرمایه گذاری علی صدری به سرعموی ارحام صدر گروه تئاتر سپاهان شکل گرفت و بعد از دوری ناصر فرهمند همراه گروهی از بازیگران از این گروه جدا شد و گروه تئاتر اصفهان رو شکل داد. ارحام صدر به همراه نصرت الله وحدت در گروه سپاهان موند و با جدیت و پشتکار به کار خودش ادامه داد و فعالیت گروه به اوج خودش رسید. بعد از مدتی ارحام صدر از این گروه جدا شد و گروه نمایشی ارحام رو در محل سینما پارس یا مولان روژ سابق در محله ارامنه اصفهان تأسیس کرد. رضا ارحام صدر بیش از 50 سال به اجرای بدون وقفه تئاترهای اجتماعی و طنز پرداخت. آنچنان که خودش در این باره میگه، بنده 50 سال از عمر خودم رو صرف خندوندن مردم کردم. یکی دیگه از محاسن کارهای ارحام صدر استفاده از لهجه شیرین اصفهانی در اجراهاش بود که نه تنها برای اصفهانی ها جذاب و دلنشین بود، بلکه مردم شهرهای دیگه هم به لهجه اصفهانی علاقمند شده و جذب صدا و بیان این بازیگر می شدن. با این وجود علاوه بر اصفهانی ها، مردم بیشتر شهرهای ایران به نمایش های ارحام صدر علاقمند بودن و به اصفهان می اومدن. همچنین گردشگران خارجی همراه با مترجم به تماشای تئاتر این استاد گرانقدر می نشستند و بدین ترتیب خاطره ای دوچندان رو از ایران با خود به همراه می بردن. رضا ارحام صدر در 30، 40، 50 و 70 مقابل دوربین سینما قرار گرفت. اون در دهه 40 در فیلم های ستارهی چشمک زد، زن و عروسک هایش، داماد فراری و جاده زرین سمرقند نقش‌آفرینی کرد. همچنین در دهه خورشیدی در فیلم های یک اصفهانی در نیویورک، لج و لجبازی، کی دست گل به آب داده، پریزاد،
اکبر دیلماج، جوجه فکولی و ماجراهای علایالدین و چراغ جادو هنرنمایی کرد. بعد از انقلاب از او فیلم نصف جهان به یادگار مونده. ماجرای فیلم نصف جهان از این قرار بود که یک کارگردان سینما به زادگاهش اصفهان میره تا فیلمی درباره تاریخ فرهنگ شهر خودش بسازه. اون آگهان یکی از شخصیت‌های فیلمنامه خودش رو می‌بینه و اون رو دنبال می‌کنه. کارگردان به خاطر قهرمان خودش با گشت و گذار در گوشه و کنار و مشاهده آثار تاریخی شهر، اون چه رو که بر زادگاهش رفته و بر معماری شهر تأثیر گذاشته رو در ذهنش مرور می‌کنه. او بعد از بررسی هجوم‌هایی که در طول تاریخ به شهر شده، به زمان حال میرسه که شهر توسط هواپیماهای عراقی بمباران میشه. کار فیلمبرداری بر اثر حملات موشکی متوقف میشه. گروه فیلمبرداری شهر رو ترک میکنه، اما کارگردان برای پیدا کردن قهرمان گمشدهش در شهر میمونه. در مدت زمان دیگه پسر عموی ارهام صدر سرمایه رو به تشکیل گروه تئاتر سپاهان اختصاص میده و سپس ارهام صدر و نصرت الله وحدت و چند تن از بازیگران زن باعث محبوبیت فعالیت‌های این گروه تئاتر شدن. بعد از اون بود که وی فعالیت خودش رو به طور گسترده ادامه داد تا جایی که در نیمه های دهه 30 در شب نشینی در جهنم حضور یافت و نخستین حضور سینمایی خودش رو ثبت کرد. او در این اثر مجبور به ایفای نقش نوکر حاج جبار شد و دلیل اون هم گریم ضعیفی بود که به قوت امروز نرسیده بود. با انقلاب 57 تئاتر هم در اصفهان خاموش شد و بعد از اون که فعالیت اون اثر گرفته شد، ارهام صدر نتونست به کار هنری بپردازه چون اون رو ممنوع تصویر کردند و در سالهای پایانی زندگیش بود که از اون دعوت شد در مجموعه تلویزیونی کوچه عقاقی ها به ایفای نقش بپردازه، اما او از این کار امتناع ورزید. نکته ای که در خصوص دوران فعالیت ارهام صدر در بیمه ایران وجود داشت اینه که وقتی او مدیر عامل بیمه ایران در اصفهان بود، بنیانگذاری هتل عباسی اصفهان انجام شد که وی در این خصوص گفته: من اون زمان مدیر بیمه ایران بودم. سرمایه ساخت این هتل سودی بود که بعد از مدتی در بیمه ایران جمع شده بود و قرار بود به مرکز منتقل بشه. اما من اعتقاد داشتم این پول مردم اصفهانه و بایستی صرف خود شهر بشه. رضا ارهام صدر اونقدر به شهرش اصفهان وفادار بود که تا آخرین روز زندگیش از اون جدا نشد و سرانجام در سال 1387 به دلیل کهولت سن از دنیا رفت و در قطعه نام‌آوران اصفهان برای همیشه آرامید. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.